امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری در حکومت اشرف غنی، طی یادداشت مختصری در صفحه فیسبوکش با توصیف خود به عنوان یک مبارز، اعتراف و طلب بخشایش را کار متهمان و مجرمان خوانده و مبارزان را بی نیاز از آن معرفی کرده است. اینکه امرالله صالح خود را از جمله مبارزان خوانده است، شاید اشاره اش به حضور وی در دفتر جبهه مقاومت ملی در تاجیکستان باشد. اگر منظور او همین باشد، باید یکی برایش گوش زد کند که یکی از عوامل دلسردی مردم از جبهه مقاومت حضور او در آن دفتر است. واقعیت این است که اکثریت مردم نسبت به احمد مسعود نگاه مثبت دارند، اما به امرالله صالح نه. صالح در دوره‌ای که متصدی پست معاونیت ریاست جمهوری بود، مواضع تندی علیه هویت، فرهنگ و تاریخ مردم گرفت. یکی از اشتباهات مهم او طرفداری از پروسه پشتون زسازی افغانستان بود که در همایشی در خوست از تصریح روند شناسنامه‌های الکترونیکی سخن گفت و از تحمیل هویت افغانی بر سایر اقوام دفاع کرد. او همچنان در دوره معاونیت ریاست جمهوری خود جایگاه این نهاد را به شهرداری منطقه لسه مریم تقلیل داد و تمام روز با دست فروشان درگیر بود. افزون بر این، وقتی به مقام معاونیت ریاست جمهوری رسید، از سر عقده به توطئه‌گری علیه فرماندهان جهادی، تعقیب و تهدید فعالان مدنی و حتی لشکرکشی به پنشیر اقدام نمود. از اینکه آقای صالح از روند واگذاری ولسوالی‌ها به طالبان نیز دفاع کرده و آن را یک راز استخباراتی خواند، روند و رازی که باعث فروپاشی کشور شد. آقای صالح اگر می‌خواهد پس از این همه اشتباه باز هم مبارزه کند، در گام نخست نیاز به اعتماد سازی دارد. تا هنگامی که مردم به یک مبارز اعتماد نکنند، مبارزه او راه به جایی نمی‌برد. مردم به کسی که سابقه خوب ندارد، هنگامی اعتماد می‌کنند که در او نشانه‌های تغییر را بیابند و احساس کنند که او همان آدم پیشین نیست. اولین نشانه تغییر اعتراف به اشتباهات و طلب بخشایش از مردم است. کسی که اشتباه کرده است اگر به اشتباهات خود اعتراف نکند و قهرمان بازی در بیاورد، کسی ادعای تغییر از سوی او را نمیپذیرد. دومین نشانه تغییر دروغ نگفتن به مردم است. بنابراین کسی که درباره کارنامه گذشته خود به مردم دروغ بگوید و از خود راضی باشد، نه تنها کسی با او اعتماد نمی کند، بلکه باعث می شود قربانیان اشتباهات او احساس قربانی شدن مضاعف بکنند. زیرا او یک بار با اشتباهات خود به قربانیان صدمه رسانده و بار دیگر با دروغگویی خود درد و رنج و فهم و شعور آنها را تکذیب کرده است. سومین نشانه تغییر نیز تلاش برای التیام بخشی و مرهم گذاشتن به زخم‌های جامعه و جبران اشتباهات پیشین است. یک کسی که می‌خواهد پس از اشتباهات متعدد مجدداً وارد میدان مبارزه شود، باید این گام‌ها را به ترتیب و یکی پی دیگر بپیماید. امرالله صالح نیز پیمودن این مسیر و برداشتن به ترتیب این گام‌ها را راه دیگر برای اعتماد سازی ندارد. او اگر به اشتباهات خود اعتراف نکند، نه تنها به خود بلکه به داعیه جبهه مقاومت نیز ضربه می زند و صدمه می رساند.